گفتن هر چی در آرشیو ما نشون میدیم، ما اصلا چیز ممنوع نداریم. در جامعه پیچید که تصاویر آرشیوی صدا و سیما که خودش پخش نکرده در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار داره. ما موقع تلویزیون نداشتیم، همسایه‌مون ما رو صدا کرد گفتش که بیای، دادگاه گل سرخی رو داره مستقیم تلویزیون پخش میکنه. قبل از انقلاب بود دیگه، رفتیم تو خونه همسایه دیدیم. برای خود ما هم اول مهم بود که مثلا چقدر مثلا شاه داره آزادی میده و یک کسی که مبارزه مسلحانه کرده اینطوری داره میاد و حرف میزنه. بعد معلوم شد که خیلی تحلیل روشنی داره. اونها دنبال این بودن که ماهیت اسلامی انقلاب رو بگیرن ازش، یعنی به دنیا بگن، به مردم بگن آقا اینه که دارن شلوغ میکنن، دنبال تغییر رژیم هستن، اینا کمونیستن. لذا شاه اومد اون دادگاه رو نشون داد با تبلیغات فراوان که هم نشون بده آزادی داره میده، هم بگه ببینید اینایی که دارن مبارزه مسلحانه میکنن اینها مسلمون نیستن. البته این پیشبینی شاه غلط از آب در اومد. ما امروز هم داریم سالی چند بار دفاعیات خسرو گل سرخی رو پخش میکنیم. یه بار اول پیروزی انقلاب پخش شده بود ولی متاسفانه با تحلیل‌های نادرست کلن کنار گذاشته شد. یعنی من از روزهای اول اهمیت گنجینه‌ای که به نام آرشیو در سازمان بود زود متوجه شدم و بچه‌های خوبی رو اونجا مأموریت دادم رفتن. گفتم هر چی نوار که از نظر مدیران قبلی، از نظر کارشناسای قبلی غیر قابل پخش بوده و محرمانه، همه رو بیارید من میبینم. واقعا اینا رو دسته‌بندی میکردم میآوردم. من بعضی موقع وسط جلساتم، موقع نهار خوردن و فرصت‌های بیکاریم میذاشتم اینا رو میدیدم و بعد به این نتیجه میرسیدم که چه تصاویر ارزشمندی در اختیار ماست برای آگاهی مردم، باید اینا رو به مردم نشون بدیم. و اینا بی خود رفته توی بخش محرمانه، نه تنها مردم نمیبینن، حتی برنامه سازایی هم که میخوام بیان استفاده کنن باید یک بالاخره سیر عجیب غریبی رو طی کنن تا بتونن به یه پلان اینا دسترسی پیدا کنن. لذا من در آرشیو باز کردم، گفتم هر چی در آرشیو ما نشون میدیم، ما اصلا چیز ممنوع نداریم. این واقعا شعار ما بود. من یادم دولت وقت هم در جلسات مختلف خیلی حمایت کردن از این اقدام ما، یعنی آقای خاتمی وزرای مقطع، حتی در شورای امنیت ملی مسئولان امنیتی وقتی بعضی از اینا پخش شد به شدت حمایت کردن که چقدر داره به مردم آگاهی داده میشه با این نوران. اخبار نادرستی بود که حدود یکی دو سال قبل بعد از اینکه چند تا مستند از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شد در جامعه پیچید که تصاویر آرشیوی صدا و سیما که خودش پخش نکرده در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار داده. 100% این خبر غلط و نادرسته. دلیلش هم اینه که اولا هر چی تصویر قابل قبول کیفی مناسب که بود اینا رو ما پخش کردیم. البته ممکنه یه تصویر خاصی به لحاظ حالا اخلاقی یه مورد خاصی رو مصلحت ندونیم پخش کنیم، خیلی کم و محدوده. اولا اون چه که بود همه اینا پخش شد، اتفاقا همونایی که شبکه‌های ماهواره‌ای پخش کردن من همه اونها رو دیدم. اونها رو هم اگه ما داشتیم تصاویری بود که خوب بود برای پخش کردنش، یعنی حتما اگه ما این تصاویر رو داشتیم اینا رو پخش می‌کردیم، چرا پخش نکنیم؟ پس تصاویری که بوده همه پخش شده. البته این که بعدها کسی از روی ماهواره، چون شبکه‌های ما همه رو ماهواره ها قرار دارن، تصویر رو میگیره دوباره پخش میکنه، اون که اشکال نداره، میگیرن پخش میکنن دیگه، اصلا ما میگیریم برای همین کار. اما تو بعضی از فیلم‌های خارجی ها که پخش کردن تصاویری بود که ما نداشتیم، اتفاقا کیفیتاش هم خوب بود. مثلا تصویر شاه در سوئیس بود که مثلا با خانواده‌اش رفته بود تفریح می‌کردن با پسرش تو قایق مثلا جای، ما این تصاویر رو نداشتیم که بود که خیلی خوب بود برای روشنگری مردم نشون می‌دادیم. اینها به اعتقاد من بخش زیادیش دست انگلیسی‌ها بود، دست خود من اسم شبکه‌ها رو نمی‌خوام بیارم بهشون ارزش قائل شم، بعدم از خود اون مجموعه‌هایی که عکس‌های شخصی حتی داشتن، فیلم‌های شخصی داشتن، اینا رو جمع‌آوری کردن. بعضی از اینا که نشون داده شد از نظر من جدید بود. اینطور نبود که در آرشیو ما باشه، ما اینها رو نشون نداده باشیم و بعد در واقع دشمن رو نشون داده باشیم.